سلام عرض بکنم خدمت شما دوستان عزیز و همراه رسول بزرگواری هستم از رادیو NLP در خدمت شما تو کامنت هایی که برای ما ارسال کرده بودید پرسیده بودید که چطور میشه تو کارهایی که انجام میدیم کمتر پشیمون بشیم ببینید قرار گرفتن تو موقعیت های دشوار و تصمیم گیری در عرض کوتاه زمان ممکنه برای همه ما پیش بیاد تو همچین مواقعی احساس میکنیم توانایی تفکر و استدلال ما مختل شده و قادر به تصمیم گیری نیستیم بهتر آینده نگر باشیم و از الان خودمون رو برای موقعیت های مشابه آینده آماده کنیم توی این کلیپ هم قصد دارم که این چگونه یه تصمیم گیری رو خدمت شما عرض کنم تا با احساس آزاردهنده پشیمانی ناشی از تصمیم گیری های نادرست مواجه نشیم یا اگرم مواجه میشیم بتونیم اون رو به یه نحوی به تسکینش بدیم و رد کنیم بره ببینید توانای تز... توانایی تصمیم گیری سری که گاهی به اون تصمیم بدون فکر میگن خیلی کارآمد هست تو زندگی روزمره با این تصمیمات زیاد مواجه میشیم گاهی ساده از کنار اونها میگذریم مثلا وقتی که تصمیم میگیریم از کدوم مسیر به مدرسه یا محل کار بریم اما گاهی هم تو شرایطی قرار میگیریم که باید در مدت زمان کوتاهی تصمیم خیلی مهمی رو بگیریم مثل مثلا خیلی وقت تصادفاتی که میخواد انجام بشه همین اتفاق میافته احتمالا شما هم تو همچین شرایطی نمیتونید راه حل مناسبی پیدا کنید اگر در شرایط قرار گرفتید که لازم بود سریع تصمیم بگیرید بهتره برای ارزیابی انتخابهاتون از مهارت های تفکر انتقادی استفاده کنید تا با اطمینان خاطر تصمیم بگیریم حالا توی این کلیپ راهکارهایی رو برای تصمیم گیری سریع معرفی میکنیم که با تمرین توی تصمیمات روزانه میتونید سریعتر تصمیم تصمیمات مناسب بگیرید پس حالا از شما میخوام که تا آخرین کلیپ رو همراه، همراهی بفرمید اولین مورد این هستش که اون هاشیه های تصمیم خودتون رو مشخص کنید ببینید آیا تصمیمی که میخواید بگیرید تصمیمات دیگری رو هم در پی داره یا تحت تاثیر تصمیمات دیگری هست برای تصمیم گیری مسئله اصلی حالا خیلی مهم هست که باید عوامل فرعی رو بیایم جدا کنیم اگر تصمیمی که میخواید بگیرید براتون واضح نیست سعی کنید اطلاعات بیشتری رو کسب کنید تا زمانی که صورت مسئله رو به خوبی نشناسید نمیتونید سری تصمیم بگیرید مثل مثلا مسئله ریاضی اگر یکی از اون پارامترهای مسئله رو درک نکنید قادر به حل اون نخواهید بود این مسلم هست دوم اینکه تا حد امکان احساسات خودتون رو تو تصمیم گیری ها دخالت ندید احساسی عمل نکنید از خودتون بپرسید آیا نتیجه این تصمیم مثلا روی زندگی شما تاثیر زیادی داره اگه پاسخ منفیه میتونید با کنار گذاشتن استرس و حالا اون ناامیدی ذهن خودتون رو باز کنید و به یه نحوی هوشمندانه تر و با منطق و استدلال بیشتری تصمیم بگیرید، راحت تر تصمیم بگیرید. سوم اینه که معیارهای تصمیم گیری خودتون رو مشخص کنید. یعنی چی؟ ببینید عوامل لازم برای عملی کردن تصمیم حالا اینها تو تصمیم گیری ها معیارهای تصمیم گیری هستند. مثلا اگه میخواهید تصمیم بگیرید برای شام چه غذایی آماده کنید، معیار تصمیم گیری شما ممکنه مثلا مواد غذایی و موجودی و علاقه هایی که هستش یا پرچه های شما همسر شما داره این خیلی مهم هست اون عوامل رو باید شناسایی کنید نکته چهارم این هستش که تو مواجهه با گزینه های پیش رو همیشه ساده و سریح و رک و راست باشید گزینه هایی رو که قصد انتخاب ندارید حذف کنید راحت حذف کنید هر که تعداد گزینه زیاد باشه شما باید اونو کمترش کنید تصمیم گیری تو تصویرسا موارد گزینه های کمتر آسونتر هست البته این باید بگم که حواستون باشه تو بیشتر مواقع عدم تصمیم گیری انتخاب نیست در چنین مواقعی تصمیم نگرفتن از تصمیم بد گرفتن بدتره مثلا اگه میخواید تصمیم, بگیری تصمیم بگیرید برای خانوادتون چه غذایی تهیه کنید نمیتونید تصمیم بگیرید هیچ غذایی تهیه نکنید نکته بعد اینه که به ندرت پیش میاد انتخابی بدون نقص باشه و شما داشته باشید هر انتخابی یه عواقبی داره مهارت تصمیم گیری سریع به شما کمک میکنه با توجه به معیارها و اطلاعات خودتون بهترین گزینه رو انتخاب کنید ببینید حالا از این گزینه بگذاریم پنجمین مورد این هستش که از مهارت های تفکر انتقادی استفاده کنید عرض کردم ببینید تفکر انتقادی در واقع اینطوری بگم که نوعی شیوه استدلال سطح بالا بر پایه و اساس مشاهده هست تجربه هست تجزیه و تحلیل و بازتاب هست پیش از تصمیم گیری پیامت های انتخاب رو مجسم کنیم بیاری جلو چشتون اگه این کار انجام بدیم فلان طور میشه ببینید اون رو برای صرف جویی تو زمان به جای نوشتن فهرست مزایا و معایب اونها بیاین اونها رو تجسم کنید انتقال هایی رو که به هر گزینه وارد هست رو بیاید تو نظر خودتون بیارید و بهترین گزینه رو اینجا میتونید انتخاب کنید نکته شیشم این هستش که اگر با راهکارهایی که تا الان خدمت شما عرض کردم به نتیجه نرسیدید از غریزه خودتون کمک بگیرید بله تصمیم گیری سریع تو موقعیت بحرانی گاهی تصمیم گیری واکنشی بهش میگن چون واکنشی به محرک های بیرونی هست این تصمیمات بر بیشتر اوقات بر تکیه بر پایه و اساس مهارت های تفکر انتقادی گرفته میشه ببینید حالا محققان و دانشمندان حتی گزارش دادن که مردم حتی اگه درست تصمیم گرفته باشن اکثرا از تصمیم گیری سریع احساس پشیمانی میکنن اونها حتی تو حالا تحقیقات اشاره کردن که تصمیم گیری سریع احتمال خطا رو افزایش نمیده در واقع ببینید تصمیمات گرفته شده مثبت بودن اما برداشت افراد از اونها منفی بوده بررسی کنید خودتون ببینید آیا این مسئله در مورد شما هم صدق میکنه یا نه آگاهی از این ویژگی باعث میشه که احساس بهتری نسبت به تصمیم های خودتون داشته باشید و حالا هفتمین مورد که مورد آخر هم باشه باید خدمت شما عرض کنم این هستش که همیشه سعی کنید تصمیم خودتون رو اجرا کنید با عملی کردن تصمیم دیگران رو هم از بلا تکلیفی خارج میکنید اطرافیان دوستان خانواده همکاران به این ترتیب اونها هم میتونن تصمیم بگیرن و کار خودشون رو پیش ببرن چون تکلیفشون با شما روشن هست امیدوارم این کلیپ هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه شما میتونید برای دیدن کلیپ های بیشتر ما رو سابسکرایب کنید یا از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن رادیو NLP ما رو همراهی بفرمایید متشکرم